یک هیئت رئیسه ای داره این AIPS که یکی از اعضاش عبدالحمید احمدیه، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی جمهوری اسلامی. این انجمن داخلی که در ایران فعالیت میکنه هیچ واکنشی نسبت به بازداشت نیلوفر حامدی، هیچ واکنشی نسبت به بازداشت سعید فتیحی، احسان پیرگوناش، آریا جعفری و الازالک نداشته. هیچ واکنشی نسبت به اینکه این خانم حامدی الان یک سال و یک ماه در بازداشت بودن نداشته. هیچ واکنشی نسبت به حکم ناعادلانه‌ای که برای صادر شده نداشته. پیام جان خوش اومدی به این گفتگو، مرسی که اینجا حضور داری تا در رابطه با گزارشی که مربوط به اتفاقات این روزهای ایران هم هست، صدور حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی که متاسفانه خب انتظار میرفت که با چنین احکامی هم مواجه بشیم، اما گزارش تو در رابطه با اینه که چرا انجمن ورزشی نویسان، انجمن روزنامه نگاران ورزشی جهان نسبت به سکوت انجمن روزنامه نگاران ورزشی ایران هیچ واکنشی نشون نداده تو این یک سال اخیر، با وجود اینکه دو نفر از اعضای این انجمن در واقع عضو هیئت رئیسه اون انجمن داخلی ایران هستن؟ قضیه چیه؟ یکم خودت بیشتر به ما توضیح بده. قبل از هر چیز سلام به خودت و همینطور بینندگان محترم. ما در سالهای گذشته با این موضوعی به کرات آشنایی داشتیم دیگه، نهادهای بین المللی، حالا از سازمان ملل تا انجمنهای غیر دولتی خصوصی NGO ها نسبت به یک اتفاقی ابراز نگرانی کردن یا محکوم کرد. این موضوع حتی باعث طنز شده بود و هنوز هم شده در داخل از کشور تا یه دو دهه اخیر که آیا سازمان ملل ابراز نگرانی نکرد، آیا کاری به جز ابراز نگرانی کردن وجود نداره. از روز ابتدایی که در حقیقت نیلوفر حامدی، الهه محمدی، سعیده فتی، احسان پیرگوناش، آریا جعفری، حالا بخوام اسامی رو یکی یکی بگم بسیار بلند بلند، روزنامه نگاران ورزشی که حالا یا سابقه کار ورزشی داشتن یا زمان همین الان هم در حال کار ورزشی هستن، بازداشت شدن در جریان اعتراضات. من به صورت مستقیم با آقای جیانی مرلو، رئیس AIPS که در ایران به نام ایپس شناخته میشه، انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی، در تماس بودم. همین الان من تو گزارش هم نوشتم، بریم سرچ بکنیم، 12 تا گزارش منتشر شده در وبسایت ایپس یا همون AIPS در محکومیت اینکه آقا این خبرنگارا رو آزاد بکنین و اینا. ماجرای اصلی چیز دیگه است. یک هیئت رئیسه ای داره این AIPS که یکی از اعضاش عبدالحمید احمدیه، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی جمهوری اسلامی. این انجمن داخلی که در ایران فعالیت میکنه هیچ واکنشی نسبت به بازداشت نیلوفر حامدی، هیچ واکنشی نسبت به بازداشت سعید فتیحی، احسان پیرگوناش، آریا جعفری و الازالک نداشته. هیچ واکنشی نسبت به اینکه این خانم حامدی الان یک سال و یک ماه در بازداشت بودن نداشته. هیچ واکنشی نسبت به حکم ناعادلانه‌ای که برای صادر شده نداشته. چه جوری ممکنه که یک رئیس این انجمن در اون هیئت رئیسه حضور داشته باشه؟ و همینطور میثم زمان آبادی که پیش از این دبیر کل این انجمن بود، الان نیست، یه شخص دیگه با همون سبک و سیاق فکری خودشونه که الان ایشون هم نایب رئیس ایپس آسیا هستش. خب به هر حال این مطالبه گری برای شخص من وجود داشته که از آقای جیانی مرلو بپرسم عبدالحمید احمدی و میثم زمان آبادی چگونه عضو هیئت رئیسه های انجمن شما هستن و شما ابراز انزجار و نگرانی میکنید، یا احساس انزجار و نگرانی نکنید، یا از این دو نفر بخواید که سکوت نکنن. مگه میشه یک نفر هم زیر پرچم شما حضور داشته باشه و هم زیر بیرق جمهوری اسلامی سینه بزنه؟ حالا به این دو نفر هم اشاره کردی، این دو نفری که الان عضو هیئت رئیسه انجمن بین المللی هستن، سابقه شون چیه؟ تو گزارشت هم گفتی که عبدالحمید احمدی ظاهرا خیلی هم سابقه آنچنانی نداشته، قضیه چیه؟ بعضی ها باید سوال واسه شون مطلعه، چجوری کسی که تا حالا یک خط خبر ننوشته، یه خبر ننوشته، یه گزارش ننوشته، یه نه ورزشی ها، اصلا غیر ورزشی در هر زمینه،
یکی از کارهای مهمی که کرده آقای عبدالحمید احمدی تحقیق در مورد علوم شیعی بوده که به زبان عربی هم منتشر شده. یه مصاحبه نکرده، هیچی ننوشته، چه جوری به اینجا رسیده؟ من پاسخم اینه، همون طور که مثلا یک معمم تحصیل کرده در حوزه علمیه قم مثلا به مقام رهبری یک کشور میرسه یا به ریاست جمهوری میرسه، کسی که با 6 سواد کلاس مثلا اول شخص اجرایی مملکت میشه، پس آقای عبدالحمید احمدی هم میتونه عضو هیئت رئیسه اپس بشه. نکته عجیب اینه که وقتی شما یک شخص اطلاعاتی و امنیتی رو دارید در رأس انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی، اصلا عجیب و غریب نیستش که نیلوفر حاملی هم در زندان باشه. یک شخص اطلاعاتی در اینجاست و یک روزنامه‌نگار در زندان. دقیقا در رابطه با واکنش هایی که این چند روز نسبت به احکامی که برای نیلوفر و الهه صادر شده، به خصوص چهره های ورزشی، چه کسایی واکنش نشون دادن؟ خب خیلی از خبرنگارهای داخل کشور میدان واکنش نشون دادن، بسیاری واکنش نشون دادن، تعداد کسانی که واکنش نشون دادن بسیار اندک بود. اعضای هیئت رئیسه انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی هیچ کدومشون هیچ واکنشی نداشتن. خب خیلی مسلمه، اون نهاد دیگه سالهاست که تبدیل شده به یکی از پایگاه‌های نهادهای حکومتی و هیئت رئیسه‌ش هم خب مسلمه که همسو با اونها هستن. اما یک اتفاق ویژه‌ای که هستش توی بیانیه آخری که همین AIPS منتشر کرد و گویا به قلم خود آقای جیانی مردو رئیس این انجمن هم بوده، اینو میخونیم که شرم بر کسانی باد که فقط سکوت کردن و گوشه نشستن و مانند این زن شجاع به میدان نیومدن. من به صورت دقیق نمیدونم منظورش کیه یا چیه، ولی یک کاش آقای مردو اگر منظورش واقعا به مثلا امثال عبدالحمید احمدیه، این شهامت رو لاقل میداشت در گزارشش اینو مینوشت، یه اسم می نوشت. دقیقا منظور شما از کسانی که شما داشتن که مردم ایران هستند، روزنامه‌نگاران ایران هستند، انجمن شما در ایران، اصلا دوستان خودتون در سوئیس هستند، توی دفتر مرکزی انجمن، چه کسانی دقیقا منظورتونه که شهامت نداشتن و وسط نیومدن؟ جالبه. خیلی ممنونم، مرسی از وقتی که گذاشتی و در رابطه با این موضوع صحبت کردی. ارادتمندم، شب و روزگار شما خوش.